سازمان ملل متحد اعلام کرده که هدف نشست سوم دوحه وادار کردن طالبان به انجام تعهدات بین المللی افغانستان به ویژه حقوق بشر و حقوق زنان و دختران است. سازمان ملل روز سه‌شنبه 5 تیر در بیانیه‌ای گفته که در نشست دو روزه دوحه چالش‌های متعدد مردم افغانستان، کشورهای همسایه، منطقه و جامعه جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت. قرار است نشست سوم دوحه در روزهای 10 و 11 تیر به میزبانی سازمان ملل و اشتراک نمایندگان ویژه حدود 25 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در قطر برگزار شود. در همین حال دیدبان حقوق بشر می‌گوید که سومین نشست دوحه مشکل نقض حقوق زنان در افغانستان را حل نخواهد کرد. این سازمان در گزارش تازه‌اش افزوده که ملل متحد اقدامات لازم را برای برطرف کردن موانع حضور طالبان در این نشست انجام داده و دستورالعملی ترتیب داده است که نمایندگان زنان افغانستان از حضور در این نشست کنار گذاشته شدند. دیدبان حقوق بشر این تصمیم ملل متحد را نقض قطعنامه 1325 شورای امنیت این سازمان دانسته است. از سوی دیگر این اقدام سازمان ملل واکنش‌های گسترده‌ای از سوی سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق زنان را به همراه داشته است. در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت. سلام و عرض ادب آقای جاوید، به عنوان یک فعال و تحلیلگر سیاسی چه چشم‌انداز و نتیجه‌ای از اجلاس دوحه می‌توانید برای آینده افغانستان پیش بینی کنید؟ با سلام خدمت شما و بینندگان شما. خب خدمت شما عرض کنم که مذاکرات دوحه را باید از دو زاویه نگاه کرد. زاویه اول است که نفس مذاکره، وقتی که طالبان به عنوان یک قدرت حاکم در افغانستان حاضر به مذاکره میشه، به فکر اونم یک پیشرفتی است و تلاش ملل متحد می بود که به اساس نقشه رای که سینلی اولو آمده کرده بود پای طالبان در مذاکره بکشانه تا اینکه یک سلسله اهداف را که ملل متحد در نظر داشتن به دست بیارن. اما از طرف دیگه، با از زاویه دیگه که قضیه را ببینیم، است که دو موضوع مهم اینجا مطرح است. اول سطح مذاکره است، دوم آجنده جلسه است. سطح مذاکره طور است که تا هنوز امریکا از اشتراک خود در جلسه اطمینان نداده و نه هم تا هنوز تصمیم نهایی مبنی بر اشتراک کنه در جلسه را نداره. گروه جی 7 هم یک مکتوب رسمی به ملل متحد داده و نگرانیشان از آجنده جلسه ابراز داشته و در ضمن در این جلسه هیچ نماینده ای از زنای افغانستان، از احزاب سیاسی افغانستان حضور نداره. من فکر کنم با این توی یک وضعیت جلسه یک مقدار سطحش پایین آمده، چی در حالی که مثلا از طرف طالبا یک سخنگوی آمده جلسه شرکت میکنه. بنابراین با دیدی مثلا جلسه، نتیجه جلسه و همچنین اشتراک کنندگان، آدم میتونه حدس بزنه که چشمانداز خوبی برای این جلسه نداریم و هیچ گونه امیدواری نداریم. به این خاطر فکر میکنم که نتیجهش ما چندان مثبت نمیبینم. یک از جلسه‌های بسیار روتین ملل متحد خواهد بود که اونم برنامه خود پیش ببره و کدام نتیجه به دست نخواهد آورد. ولی از نظر از من، به عنوان کسی که در مورد افغانستان یک مقدار وضعیت را از نزدیک پیگیری میکنم، فکر میکنم که باید تشخیص داده شد که در جلسه میخواین مثلا با طالبان روی چی مذاکره بکنه. اگر با طالبان مذاکره میکنه که طالبان تعهدات بین المللی را انجام بده، خب طالبان یک دولت مشروع نیست، به خاطر که طالب یک گروه متخاصم است که در اونجا حاکم شده و هیچ مشروعیت از طرف مردم افغانستان نداره و همچنین هیچ کشوری هم تناظر به رسمیت نشناخته. بله. با اینا به چی نوع مذاکره خواهد؟ اینا چی خواهد کرد؟ دوم مسئله ایست که
خب میتونم این را عرض کنم خود که چهار نیروی بسیار قوی در مذاکره باید سهم داشته باشه. اولی که مردم به عنوان یک اصل، به عنوان یک واقعیت از جلسه ها باید اطمینان داشته باشه، در قالب جامعه مدنی باید این اشتراک بکنن و نماینده زنا باید در جلسه باشه. دوم خود طالب هاست و سوم مثلا احزاب سیاسی است که مخالف طالبان است فعلا در خارج و داخل افغانستان فعال است. و چهارم جامعه جهانی. این چهار نیرو اگر با هم نتونن روی یک تفاهم برسه، هر نوع مذاکره ای نتیجه نخواهد داشت و فکر کنم که نتیجه تلاش سازمان ملل هم یک تلاش نسبتاً بیهوده است. بله. با در حالی که زن و احزاب سیاسی را جلسه محروم نگه داشته و فکر کنم یک تخلف واضح علیه منافع بشری است که اینا نترسن انجام بدن. از توضیحاتتون ممنونم و تا گفتگوی آینده شما رو به خدا میسپارم. سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت.